بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. موضوع بحث امروز این است که چرا در قرآن تدبر بکنیم. این تدبر در قرآن چه فوائدی را برای ما دارد؟ خب میگیم که ما قرآن را میخوانیم، همیشه هم قرآن را میشنویم، مجالس ختم که میریم، گاهی در رسانه‌های گروهی، رادیو، تلویزیون میشنویم قرآن را. آیا نیازی به بیشتر از شنیدن و خواندن داریم یا خیر؟ و چرا اصولاً بایستی تدبر بکنیم؟ در جواب از این سوال میگیم که تدبر در قرآن فواید بسیار زیادی برای ما دارد که بعضی از این فواید را در این جلسه بیان می کنیم. فایده اول این است که تدبر در قرآن راه فهم اندیشه ها و ارزش‌های قرآنی است. انسان اگر یک چیزی را بخواند بدون اینکه در آن چیز بیندیشد، بدون اینکه در آن چیز تفکر بکنه، بدون اینکه معانی اون شیء را درک بکنه، این خواندنش چندان مفید برای او نیست، چندان ثمره‌ای برای او ندارد. یعنی فرض کنید که ما یک کتابی را بگیریم، کتاب بسیار پربار، بسیار مفید، بسیار مهم، و الفاظ اون کتاب را بخوانیم با صدای بلند یا بشنویم بدون این که معانی اون کلمات را درک بکنیم، بدون این که در معانی اون کلمات بیندیشیم، آیا ارزش هایی که در اون کتاب هست را می فهمیم؟ خیر. اگر انسان در چیزی تأمل یا تفکر نداشته باشد، خصوصا اگر چیزی که مطالب عمیق و ارزش ها و اندیشه های مهمی درش باشه، بدون اینکه تفکر و تدبر داشته باشد، به اون اندیشه ها و به اون ارزش ها واقف نخواهد شد. بنابراین اگر انسان بخواهد اندیشه ها و ارزش های قرآنی را درک بکند و بفهمد، بایستی تدبر داشته باشد. خود ما خیلی وقتها می شود که بر سر دوراهی واقع می شیم. خیلی وقتها آدم متحیره، چون که آدم علم غیب که ندارد، از آینده خبر نداره، خیلی از مطالب را هم اطلاع نداره، لذا متحیر میشه. خود ما خیلی شده، موارد مختلفی برای ما پیش اومده که متحیر شدیم، متردد شدیم، چه کار بکنیم، این کار بهتره یا اون کار بهتره. خب این تحیر و ترددی که برای ما حاصل میشه، بر سر دوراهی واقع میشیم، چگونه خود را از این تحیر در بیاریم؟ انسان اگر ارزش ها را فهمید، اندیشه های صحیح و ناب را فهمید، هنگامی که بر سر دوراهی واقع میشود، قدرت تشخیص او قوی تر میشه. یعنی فرض کنید از باب مثل یک مثال مادی بزنیم تا این مطلب روشن‌تر بشه.
یک شخصی که مثلا در بیابان راه را گم کرده، نمیدونه طرف دست چپ بره به مقصد میرسه یا طرف دست راست بره که به مقصد برسه. یکی از دو راه او را به شهر میرسونه، نجات پیدا میکنه. راه دیگر او را به بیراهه میرسانه و ممکن است که تلف بشه. خب معلوم است که این شخص در تحیر شدیدی خواهد بود. هر کدوم از این دو راه را بره ممکنه که راه نجات نباشد، راه هلاکت باشه. خب این فرد اگر آشنایی با بعضی از علوم زمین یا علوم آسمان، مثلا فرض کنید که حرکت خورشید، ماه، ستارگان، یا این که خود زمین، اگر یک آشنایی مختصری داشته باشد، خیلی وقتا ممکن است که راه را تشخیص بده. سابقا که مثلا وسائل قطب نما و وسائلی که راه را نشون بده نبود، کشتی هایی که در دریا بودن، چگونه کشتیبان اینها میتونستن که مسیر صحیح را تشخیص بدن؟ حالا بگیم که روی زمین، خب ممکنه از کوه و دشت و پستی و بلندی و اینها قابل تشخیص باشه، اما در دریا چگونه تشخیص میدادن؟ جواب اینه که از راه ستارگان یا از راه حرکت خورشید و ماه تشخیص میدادن. یعنی فرض کنید به مسیر شرق میخواستن برن، اینها چون که ستاره ها رو جاهاش رو میدونستن کجاست، خب به مسیری که یک ستاره واقع شده بود میدونستن که این مسیر، مسیر شرقه. آیه شریفه قرآن هم میفرماید و علامات و به نجم هم یهتدون، به وسیله علامات و به وسیله ستاره ها اینها راه را به اصطلاح پیدا میکردن. حالا این ظاهر آیه است، تأویل آیه چیز دیگری است، اشاره به ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و آله و علیهم السلام هست، اما ظاهر آیه این است که وسیله این ستارگان راه را تشخیص میدادن. خب این شخصی که بر سر دو راهی واقع شده، یک راه راه نجات، راه دیگر راه هلاکت، این اگر یک کمی از این دانش علم فلک و حرکت ماه و خورشید و ستارگان بلد باشد، میتونه مسیر خودش را تشخیص بده. اون کسی هم که بلد نیست علم فلک را، یا همین مقداری که این علائم آسمانی را که راه ها را نشون میده بلد نباشه، خب ستاره را میبینه، ماه را هم میبینه، خورشید را هم میبینه، منتهای مراتب چون که دیدنش همراه نشد با یک کمی دانش در علم فلک یا زمین شناسی، خب این تحیرش باقی خواهد ماند. این مثال مادی را زدیم. در امور زندگانی انسان همین جوره، خیلی وقتا هست بر سر دوراهی واقع میشه. خب آیات قرآن را میبینه و میشنوه، منتهای مراتب اگر بدون تدبر باشد، این مسئلش مسئله کسی است که ستاره و ماه خورشید را هم میبینه اما بهره ای از دانش فلک نداشته باشه، به دردش خیلی نمیخوره، استفاده نمیکنه. میبینه ستاره را اما نمیدونه که این ستاره چه ستاره است و چه راهی را به او نشان میده. اونی هم که آیه را میخواند یا میشنود بدون اینکه تدبر داشته باشد، اون ارزش یا اون اندیشه‌ای که در این آیه هست را نمیتونه خوب درک بکند. پس وقتی که سر دوراهی زندگی واقع میشه، نمیتونه مسیر درست را تشخیص بده، ممکن است از مسیری برود که هلاکت و ضرر دنیوی و اخروی برای او داشته باشد. لذا خود قرآن کریم میفرماید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن شما را هدایت می کند به بهترین راه ها، یعنی راهی که بهتر و پرفایده تر و بی ضرر شما را هدایت می کنه و راه نمایی می کنه، فقط به شرطی که بفهمید این قرآن چه می گوید. مثل اینه که این ستاره ها نشون می ده راه را برای شما، اما به شرطی که یک کمی بهره ای از ستاره شناسی به معنای علم فلک داشته باشید.
خب یکی دیگر از اسامی قرآن فرقانه، چون که خود قرآن اسامی مختلفی داره، یکیش قرآنه که این اسم مشهورشه، یکی دیگر از اسامی قرآن فرقانه. فرقان چرا اسمش فرقان شده؟ چون که فرق میگذارد بین حق و باطل، یعنی راه حق را به شما نشون میده، راه باطل را هم به شما نشون میده. خیلی وقتا هست حق و باطل با هم قاطیه، آدم فرقی در ظاهر بین حق و باطل نمیبیند. این قرآن فرقان هست، فرقان یعنی فرق میگذارد بین حق و باطل، لذا شما فورا متوجه میشید چی حق هست چی باطله. پس بنابراین فایده اول تدبر در قرآن این است که انسان اندیشه ها و ارزش های قرآنی را درک میکنه. وقتی اندیشه ها و ارزش های قرآنی را درک کرد، هنگامی که سر دوراهی واقع میشه، اون اندیشه ها و اون ارزش ها راه درست را برای او نشان میدهد که راه درست اینه نه اون. اما کسی که این اندیشه ها و ارزش ها را بلد نباشه، وقتی که سر دوراهی قرار میگیرد، همینجور متحیر باقی خواهد ماند. پس فایده اول از تدبر در قرآن این است که تدبر راهی برای فهم ارزش ها و اندیشه های قرآنی است. فایده دوم این است که تدبر در قرآن راه استفاده از آیات قرآن هست، چون که این قرآن خدای تبارک و تعالی برای ما فرستاده، نازل کرده قرآن را تا این که به این قرآن عمل بکنیم و همچنانی که در جلسات گذشته بیان کردیم، عمل ممکن نیست مگر اینکه انسان مقصود را بفهمد، بفهمه چی داره میگه، به اون مطلبی که دارد میگوید بعد از فهمیدن عمل بکند. اگر پدر یا مادر به فرزند خود یه دستوری بدن، فرزند این دستور را نفهمه چیه، حالا یا دور بوده یا حواسش پرت بوده، نفهمه که این پدر یا مادر چه دستوری بهش دادن، آیا میتواند اون دستور را عمل بهش بکنه؟ خیر. چرا؟ چون که نفهمیده این دستور چیه. خیلی وقتا هم شده که پدر یا مادر یک چیزی به فرزند میگن، فرزند اشتباه میفهمه، میره اشتباه عمل میکنه، بعد پدر یا مادر بهش میگه چرا این کارو کردی؟ خب من اینجوری فهمیدم. یعنی فهم نادرست یا نفهمیدن اون حرف نتیجه این شد که به اون خواسته پدر یا مادر نتونست عمل بکنه. اگر کسی قرآن را هم نفهمد، آیاتش را متوجه نشه، نمیتواند به اون ارزش های قرآنی عمل بکنه. پس بنابراین فایده دوم تدبر این است که انسان هنگامی که تدبر کرد، ارزش ها و اندیشه ها را می فهمد. وقتی ارزش ها و اندیشه ها را فهمید، مقدمه عمل برای او خواهد بود. شما نگاه بکنید، یکی از آیات بسیار عجیب در قرآن این است که خدای تبارک و تعالی نسبت به اعراب، اعراب در لغت عربی به معنای بادیه نشین ها هستند، نه اینکه اعراب به معنای عرب ها. ما در لغت عربی دو کلمه داریم، داریم عرب و اعراب. عرب یعنی کسانی که از نژاد عرب هستند، به زبان عربی سخن میگویند، اینا رو بهشون میگن عرب، جمعش هم میشه عرب. یک کلمه دیگری داریم بنا اون کلمه اعرابه. اعراب نه به معنای عرب هست، به معنای بادیه نشین، یعنی کسانی که صحرانشین هستند، حالا خواه اینها از نژاد عرب باشن یا از نژاد غیر عرب باشن، یعنی هر صحرانشینی بادیه نشینی چه عرب باشه چه غیر عرب بهش میگن اعراب. خب خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید، این آیه بسیار غریب و عجیبی که هست، میفرماید الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب یعنی صحرانشین‌ها، بادیه‌نشین‌ها، اینها شدیدترین مردم در کفر و نفاق هستند. یعنی وقتی که مسلمان نباشه، شدیدترین مردم در کفره.
اگرم مسلمان شد شدیدترین مردم در نفاقه، یعنی اسلامش هم اسلام حقیقی نیست و انما اسلام نفاق انگیز هست. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن. بعد آیه می فرماید و اجدر و الا یعلم حدود ما انزل الله على رسوله، و بهتر این است که این اعراب حدودی که خدا بر پیغمبر نازل کرده، احکامی که خدا بر پیغمبر نازل کرده، آدابی که خدا نازل کرده و هر چی که خدا بر پیغمبر نازل کرده، اینا بهتر این است که این احکام را نفهمند، یعنی در جهل و نادانی باقی بمانند بهتر است. خب خیلی آیه عجیبی. قرآن را شما از اول تا آخرش را ملاحظه بکنید، گفتار پیغمبر صلی الله علیه و آله و پیشوایان دین را اگر ملاحظه بکنید، میبینید که همش اینها ترغیب میکنند به کسب دانش. قرآن میفرماید انما یخش الله من عباده العلماء، دانشمندان و دانایان هستند که از خدا خشیت و ترس دارند. خدای تبارک و تعالی امر میکنه برید دانش یاد بگیرید. پیغمبر میفرماید اطلب العلم ولو بالصین، اگرچه در چین باشد دنبال علم باشید. شما تمام آیات گفتار پیغمبر پیشوایان دین را اگر ببینید، اینها مردم را به سوی علم و دانش ترغیب و تشویق میکنند. پیغمبر میفرمایند طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان وظیفش و فریضه دینیش این است که بره دانش کسب بکند. میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله در جنگ بدر هنگامی که 70 نفر از مشرکین اسیر شدند، برای آزاد کردن اینها پیغمبر فدیه معین کردند. کسانی که پول داشتند، خب فدیهش این بود که پول بده. کسانی که سواد خواندن و نوشتن داشتند، فدیهش این شد که هر کدوم از اینها 10 تا از بچه های مسلمان ها را خواندن و نوشتن یاد بدن. یعنی با اینکه بعضی از اینا پولدار بودند، پیغمبر فدیهشون را پول قرار ندادن، فدیهشون را آموختن دانش به بچه های مسلمان ها قرار دادن، که نشونگر این هست که اسلام و پیغمبر و پیشوایان دین چقدر بر کسب دانش اهمیت میدادن. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که لیت السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقهو فی الدین، ای کاش تازیانه ها بر سر اصحاب من بود تا اینها تفقه در دین پیدا بکنند، احکام دین را بفهمند. ای کاش، یعنی مقصود اینه که مجبورشون میکردن که احکام دین خودشون را یاد بگیرن. خب این نشونگره اینه که اهمیت علم و دانش در اسلام. خب اما در این آیه خدای تبارک و تعالی می فرماید اعراب یعنی صحرانشین ها بهتر این است که در جهل و نادانی بمانند. حدودی که خدا بر پیغمبر نازل کرده را اینها نفهمن اصلا. و اجدر و الا یعلمو حدود ما انزل الله علی رسوله. خیلی عجیبه، میگه اینها اصلا جاهل بمونه بهتره. چرا؟ علتش چیه؟ این خدایی که این همه امر به کسب علم و دانش میکنه، به اعراب که میرسه میگه اینا در جهل و نادانی باشن بهتره، بهتر از این است که برن احکام یاد بگیرن. چرا؟ علتش اینه که اینها عادتاً، البته آیه بعدی میاد استثناء میکنه عده‌ای از اعراب را، چون که یک چیز عمومی نداریم، اما استثناست، اصل درشون اینه. چون که اینها سطح فکرشون خیلی پایین هست معمولاً. کسی که در صحرا زندگی می کند عادتاً سطح فکرش پایینه، سطح فهمش پایینه، تدبر و تفکرش خیلی ضعیفه. البته به شکل عام گفتیم بعداً آیه بعدی میاد استثناء می کنه یک گروه کمی از اعراب را. این وقتی آیه قرآن را بهش داده میشه و این آیه قرآن را می گیره، تدبر درش نمی کنه، تفکر درش نمیکنه، لذا برداشت غلط و نادرست از قرآن پیدا میکنه. اون برداشت غلط و نادرست ضررش برای جامعه بیشتر از ضرر این است که این صحرانشین، این اعرابی
نادان باشه، یعنی یک کسی نادان باشه، یا اینکه یک چیزی یاد بگیره به غلط، اون چیزی که به غلط یاد بگیره موجب کشته شدن خیلی از مردم بشه. خب به ما هم اگر بگن این آقا نادان بماند بهتره، یا اینکه دو کلمه یاد بگیره با این دو کلمه یکی یاد بگیره ده ها نفر را به کشتن بده، کدوم بهتره؟ خب میگیم که این نادان بماند بهتره. ولذا شما نگاه میکنید این خوارج که بر علیه حضرت امیر علیه السلام خروج کردن، اینا ابتدا جزء یاران حضرت امیر بودند، اما در جنگ صفین اینها بر علیه حضرت امیر خروج کردن، بعد جنگ کردن با حضرت امیر و نتیجتاً یکی از اینها حضرت امیر را هم به شهادت رسوند و سالهای طولانی اینها روششون خیلی از جاهای کشور اسلامی موجب مشکلات می شد. این خوارج سبب خروجشون چی بود؟ با اینکه 4000 نفرشون قاری قرآن بودن، سببش این بود که اینها قرآن را الفاظ حفظ کرده بودن، الفاظ قرآن را تلاوت می کردن، تدبر در معانی قرآن نداشتن. وقت چون که این عادتا اینها از اعراب بودن، از بادیه نشین ها بودن، سطح فکرشون خیلی پایین بود، غلط معنا را فهمیدن، اشتباه فهمیدن، تدبر نداشتن، معنا را عوضی می فهمیدن. خب این اگر جاهل بود، خب یک نفر آدم نادان بود، اما حالا که چند تا آیه را یاد گرفته خیال می کند عالم است، با این کار بل علیه حضرت امیر شمشیرم کشید. خب کدومش بهتره؟ این جاهل بماند یا اینکه بر علیه خلیفه بر حق پیغمبر شمشیر بکشه؟ یا الان مثلا شما وهابی‌ها رو می‌بینید که در دنیا چه شلوغی را انداختن، از کارهای تروریستی، از کشت و کشتاری که را انداختن همین ایام در عراق بعد از سقوط صدام. حدوداً اونجوری که آمار گفته میشه بیش از 600,000 نفر آدم کشته شده و اکثر این آدم‌هایی که کشته شدن را همین وهابی‌ها کشتن. در هر جایی که هستن، در پاکستان، در آذربایجان، قضیه 11 سپتامبر که در آمریکا اتفاق افتاد، هر جای دیگه، و اصلا چهره اسلام را در دنیا منفور کردن با این کارهاشون. اینا کیان؟ سوال. اصلا مذهب وهابی یه مذهبی است که در بین اعراب، یعنی این بادیه نشین ها و این اعرابی ها رشد و نمو کرد. اینها فهم نادرست و غلط از اسلام دارن، تدبر در قرآن ندارن، آیات را به شکل سطحی و نادرست معنا میکنن، وقتی معنا میکنند میخواد تطبیق بکنه، این همه ضرر میزنه. خب اگر این جاهل بود تو همون صحرایی که بود، یک شخص نادان و جاهلی بود، خب یک شخص جاهل و نادانی به دنیا میمد و یک شخص جاهل و نادانی از دنیا میرفت. اما الان که دو کلمه از آیات قرآن رو خیال می کند که یاد گرفته، عوضی فهمیده، چون که تدبر نداشته، تأمل نداشته، سطحی نگر هست، با این سطحی نگر به یک نگری به یک نتیجه رسیده، اون نتیجه الان این همه ضربه به اسلام و مسلمین زده. خب منشأ و ریشه وهابیت در اصل ابن تیمیه بوده. این ابن تیمیه چون که در شهرها بود، در دمشق بود، در مصر بود، به نتیجه مردم شهرها یک کمی سطح فکرشون بالاتره، لذا روشش هیچ نتیجه‌ای نداد. اما محمد ابن عبدالوهاب چون که در بین اعراب بود، بادیه نشین‌ها بود، همون روش ابن تیمیه را در بین اونها جا انداخت، چون که نمی‌فهمیدن و سطحی نگر بودن، جا انداخت و الان 300 سال هست که مشکلاتی که در جهان اسلام ایجاد کردن تا الان مستمره. و جالب اینه که خود اهل تسنن روایاتی از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر در مدینه بر منبر نشسته بودن و اشاره به شرق کردن، مشرق. مشرق مدینه همین مناطق قصیم و ریاض و مرکز وهابیته، اشاره کردن و گفتن که منها هنا تخرج الفتنه، یا ها هنا الفتنه حیث یخرج قرن الشیطان، فتنه از اینجا سر بر می آورد، شاخ شیطان هم از اینجا سر بر می آره.
شاید پیغمبر به همین وهابیت اشاره می کردن که در بین اعراب منطقه نجد که همون اطراف ریاض و قصیم و اینها باشه نشو نمو پیدا کرد. پس بنابراین کسی که تدبر در قرآن ندارد استفاده صحیح از آیات قرآن نمیتونه داشته باشه. اگرم این آیات قرآن را بخواند و این آیات قرآن را مثلا بشنوه، چون که تدبر ندارد فهم ناصحیح خواهد داشت. این فهم ناصحیح ممکن است موجب خسارت دنیا و آخرت برای خود اون شخص و ضررهای زیادی برای مسلمین بشود. حضرت صادق علیه السلام در نماز بودند. هنگامی که به این آیه رسیدن در سوره حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آیه را چندین بار تکرار نمودند. سپس بیهوش بر روی زمین افتادند. وقتی که به هوش آمدند فرمودند که من این آیه را که می‌خواندم که انهو از گوینده این آیه یعنی خدای تبارک و تعالی این آیات را می شنیدم، این آیه را ایاک نعبد و ایاک نستعین، و چون که انهو من این آیات را از خود خدا می شنیدم جسم من تاب و تحمل دیدن قدرت خدا را نداشت، چون که قدرت خدا بی حد و حصره و انسانی که مؤمن واقعی باشد هنگامی که درک بکند گوشه هایی و جلوه هایی از قدرت خدای تبارک و تعالی، این جسم مادی تاب و تحمل دیدن این گوشه ای از جلوه های قدرت خدا را نخواهد داشت. حضرت می فرمودن وقتی من این ایاک نعبد و ایاک نستعین را می خوندم که انهو این الفاظ را از خود پروردگار متعال می شنیدم، گوشه و جلوه ای از قدرت خدا بود و این گوشه و جلوه ای از قدرت خدا را جسم من تحمل نکرد. لذا در اون آیه دیگر هست که هنگامی که حضرت موسی علیه السلام از خدا درخواست کرد که جلوه ای از قدرت او را ببینند، رب ارنی انظر الیک، خدا به حضرت موسی فرمود تو نمی توانی هرگز مرا ببینی، چون که خدا جسم نیست، قابل رؤیت نیست، ولکن انظر الی الجبل، به این کوه نگاه بکن، گوشه ای از قدرت خدای تبارک و تعالی جلوه کرد بر این کوه. وقتی حضرت موسی گوشه ای از قدرت خدای تبارک و تعالی را دید، آیه می فرماید موسی افتاد بیهوش مانند یک کسی که صاعقه به بدن او اصابه کرده. چرا حضرت موسی بیهوش شد؟ چون که جلوه ای از قدرت خدا را دید. کسی که جلوه ای از قدرت خدا را ببینه، این جسم مادی تحمل دیدن این جلوه از قدرت خدا را نداره. خب حضرت صادق که ایاک نعبد و ایاک نستعین را میگفتن و بیهوش میشدن، خب ما هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما خیلی از ما وقتی که این آیه را در سوره حمد در نماز قرائت میکنیم، اصلا شاید فکرمون در شرق و غرب باشه. اگر یه بازاری باشه، فکر این هست که مثلا امروز فلان جنس گرون شده، چقدر سود کرده، چقدر ضرر کرده. اگه خانم خانداری باشه، برنج گذاشته رو بار، در فکر اینه که برنجش نسوزه یا سر نره. یا یه کسی که مثلا ممکنه فرض کنید که درس بخونه، در فکر مسئله خودش بره. فکرمون در شرق و غرب و اینها جولان میده و چیزی که در فکر ما نیست همین آیاتیست که داریم میخونیم. اما بزرگان دین اینجور نیستن. وقتی که این آیات را میخوندن که انهو از خود خدای تبارک و تعالی این آیات را میشنیدن، غرق در ذات خدای تبارک و تعالی میشدن، به این معنا که تمام فکر و حواسشون به سوی حق تعالی بود. اون قصه را که شنیدید که حضرت امیر علیه السلام که تیری در پای مبارکشون در یکی از جنگ ها داخل شده بود، این سر تیر که آهن بود قابل دروردن نبود، این را در نماز از پای حضرت خارج کردن. چرا که حضرت کل وجودشون متوجه خدا بود،
دیگه اصلا درد بدنی را اصلا احساس نمی کردن. یا اینکه ابن ملجم که حضرت امیر را در حال نماز آمد و ضربه بر فرق مبارک حضرت زد که موجب شهادت حضرت شد، در غیر نماز نمیتونست این کار را بکنه. چرا؟ چون که حضرت امیر حواسشون جمع بود همیشه. ولذا وحشی در قصه جنگ احد به هند گفته بود که من محمد یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله را نمیتونم بکشم، زیرا که یارانش اطرافش هستند و علی را هم نمیتوانم بکشم، چرا که حواسش هست. درسته یک طرف داره جنگ میکنه اما حواسش به تمام اطراف هست. لذا حضرت امیر کسی نمیتونست حضرت را در غیر حال نماز بکشد. چرا؟ چون که در حال نماز دیگه از کل فکر امور مادی و اطراف حضرت خارج میشدن، محو در ذات باری تعالی میشدن. پس بنابراین انسان اگر تدبر در آیات قرآن داشته باشد، راه استفاده صحیح از این آیات قرآن برای او هموار خواهد شد. این قصه معروفی که هم شاید شما شنیده باشید، یک دزدی بود که این دزد شبها می رفت مشغول دزدی می شد و روزی از روزها یک زن جوانی را دید، خیلی خوشش آمد، تصمیم گرفت که شب به منزل اینها شبیخون بزنه. یعنی این حد در جنایت و جرم پیشرفت کرده بود. خب نصف شب، این از نزدیک سحر بود، بر پشت بام خانه رفته بود، میخواست از دیوار عبور بکنه که وارد خونه این دختر بشه. در این اثنا یک شخصی اهل نماز شب یا اهل تلاوت قرآن قبل از اذان صبح مشغول تلاوت قرآن بود. خب بلند بود، نصف شب هم که همه خواب هستن، کاری هم نیست، صدا انعکاسش بیشتره، بیشتر حرکت امواج صوتی میشه. در این اثنا یک کسی اهل نماز شب اهل قرائت قرآن در قبل از اذان صبح مشغول تلاوت قرآن بود، این آیه را داشت میخوند. حالا فضیل که آمده، دوز که آمده که از پشت بام عبور بکنه تا مقاصد شوم خودش را انجام بده، این آیه را شنید از این شخصی که در منزل خودش مشغول تلاوت قرآن بود. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت و اوان این نرسیده که کسانی که ایمان آوردند که قلوبشون به ذکر خدا، به خشوع و ترس از خدا برسه، خضوع به خدا برسه؟ همین آیه رو شنید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این ولو دزد بود، ولو به قصد شومی میخواست از دیوار عبور کنه، این آیه را شنید، مشغول تفکر در این آیه شد. همین تفکر و تدبر در این آیه باعث شد که این فکری بکنن. یه عجیب، که انه خدا داره به من میگه که ای فضایل، تو که این همه سال دزد بودی، وقت این نرسیده که توبه بکنی؟ یک تدبر مختصر در این آیه باعث شد که خطاب به نفس بکنه، بگه بله وقتش رسیده و توبه بکنه و تا آخر عمرش جزء کسانی باشه که از پارسایان معروف باشه. حالا ما کار به عقیدش نداریم، اما مقصود این است که از دزدی دست برداشت به خاطر اینکه در یک آیه قرآن مشغول تدبر و تأمل شد. پس فایده دوم در تدبر در قرآن این است که تدبر در قرآن راه استفاده صحیح از آیات قرآن هست. فایده سوم این است که انسان در زندگانی خودش مشکلات زیادی گریبانگیرش میشه. ممکن است که آلودگی های معنوی هم پیدا بکنه. خب انسان معصوم نیست، ممکن است که بعضی از این مشکلات منجر بشه که غفلت بکنه، مرتکب گناهی بشه یا کار ناپسندی را انجام بده. خب اگر انسان تدبر در قرآن داشته باشه،
این تدبر در قرآن فایده دوگانه‌ای برای او داره. یکی این که امور منفی که روان انسان را آلوده کرده، این تدبر در قرآن مانند یک جلا و پاک‌کنی هست که جلا میده روان و قلب انسان را. این زنگاری که بر دل انسان آمده این را پاک میکنه. دیدید که بعضی چیزها هست که اینها مثلا یک برای نظافت هست، روی شیشه یا روی زمین یا هر چیزی این را میریزن، بعد زمین را یا شیشه را یا آینه را پاک میکنن، جلا پیدا میکنه. روان انسان هم همینجوره. ممکن است که گاهی آلودگی چرکی روان انسان را بگیره، این تدبر در قرآن جلا میده این زنگاری که بر دل انسان آمده. خدای تبارک و تعالی در یکی از آیات قرآن میفرماید قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این موعظه ای از پروردگار برای شما آمده و یک شفایی برای دردها، آلودگیها، بیماریهایی که در سینه ها و قلوب شما آمده. پس بنابراین کار دوگانه ای که در فایده سوم ذکر کردیم اینه که یکی این که امور منفی و زنگاری که در دل انسان آمده به وسیله مشکلات اینها را از بین میبرد، و کاربرد دوم این است که راهکارهای صحیح و سلیم و درست را در جلو انسان قرار میده. یعنی انسان هنگامی که مبتلا یک آلودگی شد، میخواد از این آلودگی خارج بشه. چگونه خارج بشه؟ این تدبر در قرآن اولا این آلودگی را از او میزداید و بعد هم راه درست را برای او نشون میده. آیه شریفه میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. شفا و رحمت است برای مؤمنین. از آلودگی ها اونها رو نجات میده، از دردها اونها رو نجات میده و رحمت است، راه درست را هم به اونها نشان میدهد. این فایده سوم تدبر در قرآن هست. فایده چهارم و اخیر که در فواید گذشته هم اشاره بهش شد این است که تدبر مقدمه عمل هست. انسان که تدبر میکنه نتیجتاً میفهمه، وقتی که فهمید زنگار دلش را میزداید، راه درست جلو او نشان داده میشود و نتیجتاً به اون راه درست هم عمل میکنه، و اگر عمل کرد سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشه. اما کسی که تدبر ندارد، حتی اگر آدم خوبی باشه، چون که نمیفهمد اون ارزش را، نتیجتا نمیتواند به اون ارزش عمل بکنه. پس بنابراین خلاصه بحث امروز ما این شد که فوائدی که تدبر در قرآن دارد این است که تدبر مقدمه است برای فهم ارزش ها و اندیشه های قرآنی، و مقدمه است برای این که انسان استفاده از آیات قرآن بکنه، و نتیجتا مشکلات و زنگارهایی که بر دل انسان، آلودگی هایی که انسان بهش مبتلا هست، به وسیله فهم قرآن این آلودگی ها را از بین ببرد و راهکارهای صحیح جلوش قرار داده میشه، و نتیجتاً به اون راهکارهای صحیح که عمل بکند موجب سعادت دنیا و آخرت او خواهد بود. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق تدبر در قرآن و عمل به آیات قرآن عنایت فرماید. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.